جیسیکا و بن در طول روز با ها در داخل افغانستان و اینجا در امریکا در تماس هستند آنها برای متحدین افغان کمک میکنند و با مشکلاتی برای ادامه پروسه تخلیه نیز روبرو بن میگوید که یک دوستش در حالی که منتظر تخلیه از افغانستان بود جان باخت ما با مشکلات روبرو هستیم که تلاش می کنیم رای حل را پیدا کنیم و افراد را منتقل نماییم. این مسئولیت ماست که برای آنها بر آنگاه های امن مهیا کنیم. این کار هر روز دشوارتر می شود. چند هفته قبل طالبان شماری از مهمانخانه های امن را متلاشی کردند و یکی از دوستان خوب من که در 24 جنوری بازداشت شده بود به قتل رسید که خبر آن نشر نشده است. جیسیکا او نبرا با همسرش در تخلی افغان ها به خصوص زنان همکاری میکرد او میگوید همه میخواهند افغانستان را ترک کنند اما پروسه تخلیه آنها به کندی به پیش میرود باید برای آنها بگویم که پروسه طولانی است و شماره از آنها تایید قماندانی خود را نیاز دارند یا باید حداقل شماره ویزا یا درخواست داشته باشند. پروسه ماها طول می کشد. به همین خاطر بسیار دشوار است که ما را درک کنند. شماری از آنها تحصیل کرده نیستند و برخا از این که پروسه انتقال آنها چی طور به پیش می رود آگاهی ندارند. همین طور امریکایی ها حتی از این پروسه اقامت در امریکا درست آگاه نیستند. به خاطر که برای آنها یک مسئله جدید است. بن و جسیکا که در شهر اتلانتا ایالت جورجیا زندگی میکنند اخیرا در شهر هیوستن با شماری از نظامیان پیشین در رویداد خاص شرکت نمودند و برای متحدین افغان که توسط بنیاد آنها از افغانستان در پروسه تخلیه آمدند در قسمت از کانان ها فراهم ساختن نیازهای اولی خانه های جدیدشان در امریکا کمک نمودند ما اکنون شاهد هستیم که شماری از نظامیان راستگرا برای حقوق مهاجرت و حقوق بشر مبارزه می کنند. به نظرم این خود نشانه صدمه روحی است که اکثر این نظامیان احساس می که افغانستان چطور سقوط کرد و قوای آمریکایی کشور را ترک کردند که بسیار مصیبت بار بود. اما در این حال این وضعیت اعتماد مرا به جامعه آمریکایی زنده ساخته است که اگر حکومت نتوانستیم ما می بینیم که مردم خوبی داریم و با مصارف شخصی خود حکومت می شماره از نظامیان برای کمک به متحدین افغان که در افغانستان باقی ماندن کمک های را نیز فراهم نمودند با شمول حمایت روانی فراهم ساختن مواد غذایی خانه های امن که اخیرا شمار از آنها از طرف طالبان متلاشی شدند من و همسرم جسیکا خوش نداریم که بگوییم چقدر پول ذخیره خصوصی خود را به مصرف رسانیدیم و همچنین شمار زیاد نظامیان نیز کمک کردن من از وضعیت شمار از نظامیان آگاه هستم که آنها برای حمایت مالی از خانواده های افغان قرضدار شدند و تا اکنون حداقل دو خودکشی در میان جامعه داوطلبان شده است و دو قضیه طلاق نیز وجود دارد که افراد با آن درگیرند تمام بنیادهای داوطلب بهای های, داو به های را می پردازند با آنکه با وضعیت مصیبت بار مردم افغانستان قابل مقایسه نیست اخیرا یک بنیاد تازه به نام فدریشن مورال کمپس متشکل از گروه های داوطلبان نظامیان پیشین تشکیل شده است تا خدمات کمک به افغان ها را بهتر بسازند تراوس پیترسن پیلوت عملیات خاص امریکا می گوید از کنه مجدد افغان ها در اولویت کارین فدریشن قرار دارد. So از کان مجدد افغان ها خوب به پیش می رود و شاید یکی از بهترین وضعیت است که تا کنون ما توانستیم که در یالات متحده برای افغان ها انجام دهیم و شاهد ملحق شدن آنها به جوامی خود باشیم و برای آنها کاریابی کنیم و در داخل فدریشن مورال کمپکس ما بخش را برای رسیدگی به اقامت مجدد افغان ها داریم بسیار خوب است که می بینیم در خاک امریکا نظامیان ما با شوق برای افغان ها کاریابی می کنند تا آنها بتوانند برای فراهم ساختن مواد غذایی برای خانواده های خود پول بفرستند در حالی که نظامیان برای حمایت از متحدین افغان در امریکا ادامه می دهند، اما شمار دیگر از متحدین افغان که در افغانستان باز ماندن، با فقر و بازداشت و آزار و اذیت حتی مرگ از سوی طالبان روبرو اند. جیلانوری، تلویزیون صدای آمریکا، واشنگتن.